بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته. سوم ماه شعبان دو ولادت برای سید الشهدا سلام الله علیه در تاریخ ثبت شده است، یکی در سال چهارم از هجرت، ولادتی از مادری گرانقدر مثل صدیقه طاهره سلام الله علیها، و ولادت دوم در سال شستم از هجرت، ورود حضرت به مکه سوم شعبان است، آغاز نهضت و قیام مقدس سید الشهدا سلام الله علیه. روایتی داریم از عیسی مسیح، این پیامبر بزرگ الهی. دیدم حکیم متعله ملا صدرا در شرح اصول کافی این روایت رو نقل کردن که لن یلج فی ملکوت السما یا فی ملکوت السماوات من لم یولد مرتین، کسی که دو ولادت نداشته باشه در ملکوت آسمان ها راه پیدا نمی کند. همه ما انسان ها باید دو ولادت داشته باشیم، یه ولادت از مادر، این یه چیز طبیعیه، خیلی مهم نیست. وقتی می توانیم در ملکوت آسمان ها راه پیدا کنیم که ولادت دومی داشته باشیم، و سید الشهدا سلام الله علیه این دو ولادت رو داشت و هر دو هم در سوم شعبان بود، یکی در سال چهارم از هجرت و یکی در سال شست هجرت. می دانید امام علیه السلام چند روز پیش، دو روز سه روز به ماه رجب، از ماه رجب باقی مانده، از مدینه شبانه بیرون آمدند و سوم شعبان به مکه رسیدند. تمام ماه شعبان، ماه رمضان، ماه شوال، ماه ذی‌قعده، این چهار ماه رو امام علیه السلام در شهر مکه هستند. به هشتم ذی‌حجه بعد از اون خطبه تاریخی از مکه به طرف کربلا حرکت می کنند، دوم محرم به کربلا می رسند. خب چرا امام حسین سلام الله علیه 4-5 روز پیش شبانه از مکه بیرون آمدند؟ برای ولادت دومشون بود. نوعاً وقتی میپرسن سوال اول، جواب اول تو ذهنا، تو کتابها، تو نوشتها، تو تحلیلها اینجوری میگن، میگن چون امام حسین نمیخواست با یزید بیعت کنه، والی مدینه از امام بیعت با یزید رو طلب کرد، امام برای اینکه با یزید بیعت نکنن شبانه از مدینه بیرون آمدن. آیا همینه؟ آیا عامل اصلی ولادت دوم سید الشهدا سلام الله علیه همین بود؟ قطعا اینجور نیست، چون امام میتوانست از مدینه بیرون بیاد و همونطوری که بعضی ها پیشنهاد کردن مثل محمد حنفی و دیگران به یه نقطه دوردستی بره که دست یزیدیان به امام نرسد. بعضی ها گفتن برید یمن،
دوستان پدرتون امیر مؤمنان سلام الله علیه در یمن هستند. پس قطعا این عامل صحیح نیست که حضرت نخواست با یزید بیعت کند. این تنها عامل نیست، این عامل مهم نیست. گاهی یه جواب دومی داده می شود، میگن رمز ولادت دوم سید الشهدا سلام الله علیه در سوم شعبان این بود که کوفیان از امام دعوت کرده بودند. امام میخواستن به کوفی‌ها جواب بدن، دعوت کوفیان رو بی پاسخ نگذارن. عزیزان من، ارادتمندان به سید الشهدا سلام الله علیه، آیا این جواب صحیحه؟ این عامل عامل مهمه در ولادت سوم شعبانی سید الشهدا سلام الله علیه در ولادت دومشون؟ نه، اینم صحیح نیست. چرا؟ چون اگر مسئله دعوت کوفیان بود، چرا امام حسین بعد از شهادت حضرت مسلم که معلوم شد دیگه کوفیا بیعت شکنی کردن، چرا حضرت بازم به راهشون ادامه دادن؟ بعد از این که خبر شهادت حضرت مسلم آمد، هنوز هر نیامده بود، سد راه امام نشده بود، امام میتوانستن برگردن. پس این عامل هم نیست. عامل اساسی در قیام سید الشهدا سلام الله علیه و ولادت دوم حضرت در سوم شعبان همین است که ما در زیارت نامه حضرت میخوانیم. چی میگیم؟ اشهد و من شهادت میدهم، به تعبیر شهید بزرگوار شهید مطهری رضوان الله علیه، این اشهد یعنی چی؟ شهادت یعنی چی؟ مگه دادگاه تشکیل شده که ما بریم شهادت بدیم؟ مگر مدعی هست، مدعا علیه هست، دادگاهی هست؟ اشهد و من شهادت میدهم، نه، داریم امام حسین رو معرفی میکنیم. گفت مادح خورشید مداح خود است. اگر کسی در وصف خورشید سخن گفت، اگر کسی از عظمت کهکشان ها سخن گفت، داره از عظمت خودش سخن میگه. یعنی من کسی هستم که خورشید شناسم، من کهکشان شناسم، و الا خورشید نیازی نداره ما تعریفشو بکنیم، کهکشان ها نیازی ندارن ما تعریفشونو بکنیم، دریاها نیازی ندارن ما ماده خورشید مداح خود است. اشهد و من شهادت میدهم، انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات، جمله سوم، و امرت بالمعروف. این عامل مهمی است که امام علیه السلام سوم شعبان رو برای ولادت دومشون انتخاب کردن. اشهد انک قد اقمت الصلاة، امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. امر به معروف مال تو بود، نهی از منکر. چه منکری بود که امام باید جانشو فدا کنه؟ چه منکری؟ منکر فقط منکرهای جزئی نیست، نه، چه منکری بالاتر از حکومت اموی ها، چه منکری بالاتر از خلافت یزید، چه منکری بالاتر از این که مسیری که باید به اولیاء خدا، به امیر مؤمنان، امام مجتبی، سید الشهدا، اینجوری باید این سلسله ادامه پیدا می کرد، به معاویه و یزید ختم بشه. امام در برابر این منکر ایستادم. خب من از این مقدمه بگذرم، دو تا سوال رو تو این بحث امشبم میخوام تقدیم کنم. اگر ولادت دوم سید الشهدا سلام الله علیه در سوم شعبان بر اساس امر به معروف و نهی از منکر بود، نه دعوت کوفیان، نه بیعت نکردن با یزیدیان، سوال، دو تا سوال. سوال اول، آیا امام علیه السلام در این هدف به پیروزی رسید یا نه؟ اجازه بدید با یه آیه قرآن سخن رو آغاز کنم. آیه 61، 51 سوره مبارکه غافر، انا لننصر، قرآن کریم می‌فرماید انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد.
قرآن می‌فرماید ما پیامبرانمون رو یاری می‌کنیم، هم پیامبران رو هم مؤمنین رو، رسولنا والذین آمنو، پیامبران رو و مؤمنین رو یاری می‌کنیم. کجا؟ هم در دنیا هم در قیامت، فی الحیات دنیا در دنیا و یوم یقوم الاشهاد در قیامت. عزیزان یه سوال اینجا مطرح میشه، آیا این وعده الهی تحقق پیدا کرد؟ آیا خداوند پیامبران و مؤمنین رو در دنیا پیروز کرد؟ حالا یوم یقوم الاشهاد در قیامت اینا پیروزن؟ هیچ. در دنیا پیروز شدن؟ انبیا مؤمنین در دنیا پیروز شدن؟ خب جواب برای این سوال فراوانه. من یه جوابی رو دیدم خیلی برام جالب بود، از یکی از مفسرین اهل سنت. کتاب تفسیری ما داریم به نام فی ظلال القرآن، مال سید قطب، از مفسرین معاصره، از مفسرین اهل سنت. یه جواب زیبایی با تحلیل قیام امام حسین داره. یکی از عبارتهای بسیار زیبا راجع به سید الشهدا علیه السلام رو این مفسر اهل سنت داره در جواب به این سوال. میگه کجا خدا پیامبران و مؤمن رو تو دنیا پیروز کرد؟ چه پیروزی؟ این همه انبیا رو کشتند، این همه انبیا رو شکنجه دادن، این همه انبیا رو قطعه قطعه کردن، کجا پیامبران در دنیا پیروز شدن؟ قرآن میفرماد انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات دنیا، ما تو دنیا پیروزشون میکنیم. چه پیروزی؟ کجا مؤمنین پیروز شدند؟ این همه مؤمنین در طول تاریخ ما میخوانیم اینها رو در آتش سوزندن، تکه تکه کردن، قطعه قطعه کردن، به زندانها انداختن. کجا مؤمنین؟ کجا یاران پیامبر، یاران پیامبران پیروز شدند؟ ایشون به این سوال جواب دادن، جواب زیباییه. یه مسئله پیروزی و از یا دو تا اشتباه در پیروزی میکنن. یک، گمان میکنن پیروزی حتما باید در یک زمان محدودی خیلی سریع باید به نتیجه برسد، اگه کمی فاصله شد ما پیروز نشدیم. دومین اشتباهی که خیلی ها در مسئله پیروزی دارن، تصور میکنن پیروزی فقط پیروزی و غلبه ظاهریه، ما دشمن رو از بین ببریم و نابود کنیم. اما پیروزی در عقیده چی؟ پیروزی در ایمان چی؟ پیروزی در طرز تفکر چی؟ اگر کسانی فکرشون رو جاودانه کردن پیروز نیستن؟ اگر کسانی در یه فاصله هایی به شهادت رسیدن ولی فکرشون جاودانه شد پیروز نشدن؟ شون میفرماد سوال، آیا ابراهیمی رو که در آتش انداختن، قهرمان توحید رو به آتش انداختن، آیا پیروز نشد؟ بعد عبارتی راجع به شهدا داره و یه عبارتی راجع به سید الشهدا سلام الله علیه که عرض کردم، بسیار عبارت زیبایی است. میگوید ما من شهید فی الارض الا تحتز له الجوانح بالحب والعطف. هر کسی خونش بر زمین ریخته شد، هر شهیدی که در خون خودش غلطید، دلهای همه مردم و عالم از سر محبت و عاطفه و مهربانی برای اون شهید به لرزه میاد. این پیروزی نیست؟ و تجیشو بالغیرت والفداء، هر شهیدی که خونش بر زمین میریزد، غیرت و فداکاری ها رو به جوش میاره. این پیروزی نیست؟ اینا رو مقدمه قرار دادم برای این عبارتش. میگوید کل حسین یستوی فی هادا المتشیعون و غیر المتشیعون من المسلمین و کثیر من غیر المسلمین. این مفسر اهل سنت میگوید حسین پیروز نشد. کل حسین یستوی، میگوید در پیروزی سید الشهدا، در ارادت به امام حسین، در دریافت پیام نهضت کربلا،
فقط شیعه ها نیستن، شیعه و غیر شیعه، المتشیعون، شیعیان و دیگران، مسلمان های دیگر، نه فقط مسلمان ها بل کثیرن، بسیاری از غیر مسلمان ها پیام پیروزی رو از امام حسین گرفتن، پیام ایستادگی و جوانمردی و مردانگی رو از سید الشهدا علیه السلام گرفتن. حسین پیروز نشد. انا لننصر رسلنا فی الحیات الدنیا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. امام حسین تو دنیا پیروز شد، نه فقط در قیامت، نه اینکه در قیامت وقتی سید الشهدا سلام الله علیه وارد محشر می شود همه عالم در برابر عظمت امام حسین، همه اهل محشر خاضعن، نه، کاری با حساب قیامت نداریم. نه اینکه فردای قیامت وقتی صدیقه طاهره سلام الله علیها وارد محشر می شود، در روایات ما هست از جانب حق تعالی خطاب می شود عین فاطمه الزهرا، فاطمه زهرا کجاست؟ صدیقه طاهره وارد محشر می شود، خطاب می شود یا فاطمه سلی حاجتک، هر چی می خواهی از ما بخواه، چه حاجتی؟ عرضه می دارد الهی ارن الحسن و الحسین، تو محشر خدای حسینم و نشان من بده. سید الشهدا وارد محشر میشه، صحنه ای برپا می شود، پیروزی اونجاست. به قول علامه امینی رضوان الله علیه می فرماد شما همه این مجالس رو تو دنیا برای امام حسین بگیرید، هر که هر چی میتونه برای سید الشهدا مجلس بگیره، ولی این مجالس کافی نیست. علامه امینی می فرماد خدا در قیامت مجلس امام حسین رو برگزار میکنه در حضور خلق اول و آخر، ما کاری به قیامت نداریم. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، تو دنیا پیروزشون کردیم. چطور پیروز شدن؟ این مفسر میگوید ببینید کل حسین یستوی، نه شیعه نه مسلمان ها، حتی غیر مسلمان ها در اظهار ارادت و محبت به امام حسین علیه السلام، در اینکه حسین رو اسوه آزادی و آزادگان عالم میدانند. کم من شهیدن ما کان یملک ان ینصر عقیدته و دعوته لو عاش الف عام. میگوید چه بسا شهدایی که اگر هزار سال عمر میکردن نمیتوانستن پیام خودشون رو جاودانه کنن، اما با شهادت پیام جاودانه میشود. ما در آستانه 15 خردادیم، در آستانه سالگرد نهضت خونین 15 خرداد. امام رضوان الله علیه در 15 خرداد چه کرد؟ مردم ایران چه کردند؟ به شهادت رسیدن، ولی با همون شهادت کاری کردن که با هزار سال حیاتشون، شهدای 15 خرداد با شهادتشون کاری کردن که اگر هزار سال زنده میموندن نمیتوانستن اون کار رو انجام بدن. امام ما اگر توانست به برکت این مردم، با حضور این مردم، با خون شهدای 15 خرداد قیام خودش رو به همه عالم، پیام خودش رو به همه عالم برساند و این قیام رو به ثمر برسانه، شهدای 15 خرداد نمیتوانستن با حیاتشون هزار سال عمر میکردن، نمیتوانستن پیام اعتقادات و ایمانشون رو برسانن. بنابراین امام حسین پیروز شد، انبیا پیروز شدن، فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. اجازه بدید یه جمله دیگری بگم، اضافه کنم و سوال دوم رو مطرح کنم. ابن ابوالحدید می دانید که از علمای بزرگ اهل سنت است، در میان اهل سنت اعتبار ویژه‌ای داره، حتما نامش رو زیاد شنیده اید. کتابی داره در شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه، حدود 20 جلد، خیلی مفصل. یه فصلی داره عزیزان، شما که آمدید با عشق و محبت سید الشهدا سلام الله علیه، امشب عرض ارادت کنید به امام حسین. ببینید امام حسین کاری کرد، اگه هزار سال میمون زنده میمون
سید الشهدا عرض کردم سال چهارم هجرت یه قیام که یه ولادت داره، سال شستم هجرت هم یه ولادت، 56 سال بعد، 57 سال هم بیشتر عمر نکردن. اول دهم محرم 61 امام به شهادت میرسد، 57 سال، ولی به شهادت ختم شد. شهادت سید الشهدا به یه شکلی پیام حضرت رو رسوند که اگر هزار سال زنده میموند این پیام به عالم نمیرسید. فکر نکنید فقط ما هستیم، فکر نکنید فقط ما شیعه ها هستیم، حتی فکر نکنید فقط ما مسلمان ها هستیم. ابن ابوالحدید یه گزارشی داره، یه عبارتی داره تو کتابش، یه فصلی رو باز کرده، میگوید میخوام تو این فصل اخبار آزادگان تاریخ رو بنویسم، کسانی که در تاریخ آزاد مرد بودن. این عبارتش اینه، من بخونم دلهای شما و قلبهای نورانی شما نورانی تر بشه با فضائل شنیدن عظمت سید الشهدا علیه السلام. میگوید سید و اهل الاباء، ابن ابوالحدید معتزلی، این دانشمند اهل سنت، میگوید سید و اهل الاباء الذي علم الناس الحميه والموت تحت ظلال السيوف هو ابو عبد الله حسين ابن علي ابن ابي طالب، سرور آزادگان، سید و اهل الاباء، معلم آزادگی، الذي علم الناس، سرور آزادگان و معلم آزادگی در تاریخ، امام حسین علیه السلام هست. علم الناس الحميه والموت تحت ظلال السيوف. این سوال اولم. پس آیا سید الشهدا سلام الله علیه در ولادت دومشون در سوم شعبان، یعنی در حضورشون در مکه و قیامشون پیروز شد؟ بله. انا لننصر رسولنا فی الحیات الدنیا والذین آمنوا فی الحیات، تو دنیا پیروز شد نه فقط در قیامت. و سوال دوم و آخرین سوالی که مطرح میکنم و بحثی که تقدیم میکنم اینه عزیزان، این قیام امام حسین سلام الله علیه، این ولادت سید الشهدا در چهارم هجرت و در شصت هجری، ما چجوری باید این ولادت رو در خودمون ایجاد کنیم؟ ما چه کنیم؟ لن یلج فی ملکوت السماوات من لم یولد مرتین، در ملکوت آسمان ها راه پیدا نمی کنن کسانی که دو ولادت نداشته باشن. اگر سید الشهدا سلام الله علیه نه صرفا برای بیعت نکردن با یزید، نه نه، نه صرفا برای دعوت کوفیان، نه، برای امر به معروف قیام کرد، برای نهی از منکر قیام کرد، ما امروز چه تکلیفی داریم؟ ما به تکلیف اون امروز عمل میکنیم؟ امروز تو جامعه دینی ما، عزیزان من، تو جامعه اسلامی و دینی ما امر به معروفی وجود داره؟ نهی از منکری وجود داره؟ یا به کلی فراموش شده؟ اجازه بدید من یه روایتی بخونم از امام باقر سلام الله علیه. حدیث بسیار گویاست، دیگه نیازی نیست من خیلی توضیح بدم. حضرت فرمود، این حدیث رو مرحوم کلینی در کافی شریف نقل کردن، یکون و فی آخر زمان قومون، خدا میداند از سر دلسوزی عرض میکنم، نکنه اون زمان امروز باشه، نکنه اون قوم ماها باشیم. امام باقر سلام الله علیه فرمودن در آخر زمان گروهی میان، یتنسکون یتغرعون، اهل عبادتند، اهل عبادتند، اما لا یوجبون امرن به معروف ولا نهین عن منکر الا اذا امنوا الضرر. وقتی سراغ امر به معروف و نهی از منکر میرن که از ضررها در امان باشن، آسیبی بهشون نرسه. یطلبون لانفسهم الرخص والمعاذیر، دنبال بهانه میگردن، آقا چه فایده داره ما بگیم؟ همه به هم گفتیم آقا چه فایده داره؟ این فضایی است که امروز ما تو جامعه دینیمون میبینیم، دنبال بهانه میگردن. یقبلون علی الصلات و الصیام و ما لا یکلمهم فی نفس ولا مال،
امام باقر سلام الله علیه فرمود آخر الزمان مردمی پیدا میشن، نماز و روزهشون هم تا این وقتی است که ضرری به جانشون به مالشون نرسه. ولو اذرت، اگر بنا باشه نماز به جانشون به مالشون ضرر برسه، نماز هم نمیخونن دیگه. امر به معروف که بماند. ولو اذرت لرفضوها کما رفضو اسم الفرائض و اشرفها، بالاترین فریضه رو، امر به معروف و نهی از منکر رو کنار گذاشتن، دنبال بهانه میگردن. بعد حضرت به این داستان اشاره کردن، شاید این داستان رو فراوان شنیده باشید. عرض کردم مرحوم کلینی در کافی شریف از امام باقر سلام الله علیه حدیث رو نقل کردن، فرمودن اوحى الله الى شعیب النبی، خداوند به شعیب پیامبر، این پیامبر بزرگ الهی، وحی کرد انی معذب من قومک، من 100,000 نفر از قوم تو رو گرفتار عذاب میکنم. 40 40,000 نفرشون من شرارهم، اینا آدم های بدی هن. اینا مستحق عذاب هن. اما 60,000 من خیارهم، 40,000 نفر از بدا، 60,000 نفرم از خوبانشون. این پیامبر بزرگ الهی عرضه داشت اوحى الله، خدا بهش وحی کرده، تعجب کرد، سوال کرد یا رب ما بال الاخیار، خوبا چرا؟ دعا کمیل خونا چرا؟ دعا نوت به خونا چرا؟ اونایی که اهل کار خیرن چرا؟ 40,000 گناهکارن، 60,000 دیگه چی؟ خطاب شد لانهم داهنو اهل المعاصی ولم یقذبوا لقذبی، چون با اهل معصیت مدارا کردن، سکوت کردن، به خاطر خشم من خشمی نداشتن، فریاد نزدن، امر معروف نکردن، نهی از منکر نکردن. امام حسین سلام الله علیه ولادت دومشون بر اساس امر به معروف بود، نه صرف دعوت کوفیان، نه صرف بیعت نکردن با یزیدیان. شواهدشو گفتم، عرض کردم ما این قوم آخر زمانی نباشیم که یتقرعون یتنکس، اهل عبادتن، نمازن، ولی کاری به امر معروف نهی از منکر ندارن. آسه بیا، آسه برو، کاری نداشته باش، درگیر نه، سری که درد نمی کنه برای چی دستمال ببندی؟ ببینید این طرز تفکری که امروز این وضع جامعه ماست متاسفانه. خوبا خیلی زیادن، فراوانن، کم نیستن الحمدلله. این همه مجالس خوب، این همه شعائر دینی، این همه بانوان محجبه، این همه مجالس مذهبی، ولی تو این داستانم 60,000 نفر اهل عبادت اخیار بودن، 40,000 نفر اشرار بودن، خدا همه رو عذاب میکنه. اون 60,000 نفرشون سکوت کردن. البته من همینجا یادآوری کنم، میدانید امر به معروف نهی از منکر باید از سر دلسوزی باشه. اینایی که امروز در جامعه ما گرفتار یه سری منکرات هستن، اینا که شمر نیستن معاذ الله، خیلی هاشون اشتباه کردن، راه رو اشتباه رفتن. میشه با خوبی، میشه با زبان نرم، اذهبا الى فرعون، اینا فرعونن معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله، اذهبا الى فرعون انه تقا و قولا له قولا لینا، نرمی موعظه کنیم، نصیحت کنیم. آدم خب بعضی وقتا چهره‌هایی رو می‌بینه تو شهرها، دیگه می‌بینید این گزارش‌هاشو من نگم، دردآوره. مخصوصا خانم‌ها مسئولیتشون بیشتره. خانم‌هایی که خودتون اهل حجابید، اهل مجالس دینی هستید، مقیدید با آداب دینی، چرا نهی از منکر نمی‌کنید؟ چرا به زبان خوش، به خوبی، با نرمی، اثر دلسوزی؟ البته مراتبی داره، ولی توی این مرتبه اولش ما مونده ایم. من یه جمله بگم، عرضم رو به پایان ببرم. خدای تو میدانی به حق سید الشهدا سلام الله علیه که همه ما، همه شما، همه دلهای همه خدا پرستان کانون محبت حسین است سلام الله علیه. اگر نبود این که آدم دلش میسوزه، نگرانه، من فقط اینو بگم، پدرها و مادرها،
پدرها و مادرها، من فراوان گفتم، یادتون باشه عزیزان، یادتون باشه. همون دشمنی که ببینید تو داستان تحریم ها به بیمار سرطانی ما دارو نداد و نمیدهد، مردن بیماران ما به خاطر تحریم دشمن. این همون دشمنه. چطور این دشمنی که به بیمار ما رحم نکرد، جان فراوان، عده فراوانی رو گرفت، چطور ما باور نداریم این همون دشمنه؟ برای چی این همه هزینه میکنه؟ ده ها شبکه، ده ها کانال، برای چی؟ میدونید یک شبکه ماهواره‌ای در سال چند صد هزار دلار هزینه شه؟ میدونید؟ میدونید برنامه سازیاشون چقدر هزینه داره؟ چطور این دشمنی که به بیمار سرطانی ما، به طفل بیمار ما رحم نکرد، جان دادن بیماران ما، به اسم مسئله هسته‌ای ما رو تحریم کردن که دروغ میگن، چطور اینا به بیمار ما رحم نکردن و خیرخواه ما هستن؟ میلیون ها میلیارد ها هزینه کنن، ده ها شبکه، اینا دوستمان، اینا خیرخواه ما. من بارها گفتم، الان شما بشنوید، موشک صهیونیستی، رژیم صهیونیستی موشک بزنه در میان فلسطینی ها، فردا همه را میفتیم، نماز جمعه، تظاهرات، فریاد، مرگ بر اسرائیل، حق داریم بگیم. وقت من بیچاره اونجا داد میزنم مرگ بر اسرائیل در برابر موشک نظامی دشمن، وقت موشک فرهنگیشو خودم خریداری کردم، تو خانم آوردم، میگم میخوام اخبارشو گوش بکنم، مسائل علمیشو میخوام ببینم، بچه ها سرشون گرم بشه. خدا میداند به این جشن میلاد سید الشهدا سلام الله علیه، پدر مادر یادت باشه، خدا میداند لازم نیست چند ماه بگذره این برنامه ها افکار بچه های ما رو منحرف کنه، لازم نیست چند سال بگذره. من به جرأت عرض میکنم نه 50 دقیقه، نه 40 دقیقه، گاهی 30 دقیقه یک برنامه کافی است که همه چیز جوان شما رو ازش بگیره و اصلاحش مشکله. وقت شب 21 ماه رمضان میاد حرم امام رضا، آقا تو رو خدا یه ختم امنیجیب بگیری، دخترم از دستم رفت، پسرم از دستم، به خدا همه چیز با امنیجیب درست نمیشه، ما باید قدم برداریم. امام حسین سلام الله علیه ولادت دوم سوم شعبان، انگیزه اصلی این قیام و ولادت، امر معروف و نهی از منکر، امروز معروف بشه منکر و منکر بشه معروف. خدایا به حق سید الشهدا سلام الله علیه ما رو از خواب غفلت بیدار بگردان، به ما توفیق استفاده از ماه شعبان و ماه رمضان عنایت بفرمایید.